63 جشنواره فیلم برلن با اعلام اسامی فیلم‌های برتر این جشنواره به کار خود پایان داد. در این جشنواره از کلود لانزمن، کارگردان فرانسوی، به پاس یک عمر فعالیت وی در عرصه سینما تقدیر و ملامت. مجسمه شیکی است، سبک و دلربا. می توان از آن به عنوان آلت قتال هم استفاده کرد. کلود لانزمن 87 ساله همچنین با مستند شوا در این جشنواره حضور داشت. این مستند 10 ساعته به وقایع هولوکاست می پردازد و یکی از بهترین مستندهای ساخته شده در این زمینه است. Man hat damals das Warschauer Ghetto geleert. Ja. در طول برگزاری جشنواره فیلم‌ها را انتخاب کردیم. اینطور نبود که منتظر دقیقه آخر برای انتخاب بهترین فیلم‌ها بمانیم. فیلم ژست کودک به کارگردانی کالین پیترز از رومانی به عنوان بهترین فیلم خرس طلایی را از آن خود کرد. این فیلم به تلاش یک مادر برای رهایی پسر خود از مجازات زندان می‌پردازد. Vezi că m-a contactat celălalt șofer. Care șofer? Era pe care l-ai depășit cu un car. Martor. Ca să ne întâlnim mâine. Păi de ce să ne întâlnim? Ca să-și schimbe declarații. Asta e bine, dacă aș lua legătura cu Martor, e foarte bine. Nu mă văd cu nimeni, nu am nicio treabă cu ăla. Barbu, vezi că nu-i de joacă. Salut, România! داستان این فیلم از یک گفتگوی ساده و روزمره در مورد روابطمان با مادرهایمان بین من و فیلمنامه نویس شکل گرفت. این ایده را گسترش دادیم و منجر به ساخت این فیلم شد. در مراسم اختتامیه این جشنواره پاولینا گارسیا برای بازی در فیلم گلوریا به عنوان بهترین بازیگر زن شناخته شد و خرس نقره‌ای را از آن خود کرد. وی در این فیلم نقش یک بیوه میانسال را بازی می‌کند که به تنهایی زندگی می‌کند و با ورود رودولفو زندگی یک نواخت وی دست خوش تغییرات می‌شود. Qué galán. Algo tan físico, tan concreto lo que me pasa contigo. Hace un año y un mes yo me operé. این بازیگر پس از دریافت جایزه خرس نقره‌ای گفت: به دریافت این جایزه افتخار می‌کنم. احساس می‌کنم از این پس در برابر این جایزه مسئول هستم. این جایزه تنها برای من نیست، برای تمام بازیگران شیلیایی و سینمای مستقل شیلی است و آنها در این جایزه سهیم هستند. نظیف موزیچ نیز برای بازی در فیلم یک قسمت از زندگی مرد قراضه فروش جایزه بهترین بازیگر مرد را ربود. فیلم یک قسمت از زندگی مرد قراضه فروش همچنین جایزه خرس نقره‌ای را به عنوان انتخاب هیئت داوران از آن خود کرد. An episode in the life of an iron picker, Denis Tanovich. فیلم یک قسمت از زندگی یک مرد قراضه فروش را دنیس تانوویچ، کارگردان فیلم سرزمین هیچکس، با نگاهی به مشکلات خانواده های مهاجر رومانیایی ساخته است. من چیز زیادی در مورد کولی‌های اهل رومانی نمی‌دانستم و مثل بیشتر مردم آنها را در حالی که در خیابان‌ها از مردم پول گدایی می‌کنند و یا شیشه‌های اتومبیل را می‌شویند دیده بودم. وقتی به میان آنها رفتم توانستم بیشتر آنها را بشناسم. این مردم خواسته‌هایی مثل ما دارند. دلشان می‌خواهد پول در بیاورند، بچه‌هایشان را به مدرسه بفرستند و راحت سفر کنند. این سیستم غلط است که آنها را در این وضعیت قرار داده است. 63 جشنواره فیلم برلن برای سینمای ایران نیز جایزه ای را اختصاص داد. جعفر پناهی که به خاطر فعالیت‌های سینماییش از سوی حکومت ایران به ممنوعیت از ساخت فیلم و خروج از کشور محکوم شده، برای فیلم پرده خرس نقره‌ای را از آن خود کرد.